امروز همون گونه که در کاور دیدید، موضوع برنامه ما در مورد زندانیان سیاسی، کل زندانیان سیاسی دوران جمهوری اسلامی است. هر مقدار که من به خاطر بیارم و جز نوشته های من باشه، نام میبرم و یاد میکنم. همه زندانیان سیاسی فارغ از این که سلطنت طلبن، اصلاح طلبن، جمهوری خواهن، چپن، ملی مذهبی هن، هرچی هستن، امروز در مورد زندانیان سیاسی صحبت کنیم. یکی دوستان دیدم که صحبت کرد، گفتن که یادی نمی کنید، بلکه حتی در مورد خانم نسرین سپیدی صحبت کردن، در اون خانم مشهدی متاسفانه همیشه اسمش فراموش میکنم صحبت نکردید، و من گفتم واقعا قصد و نیت بدی نداشتم. گفت نه، شما به خاطر اینکه ایشون مشروط خواه و سلطنت طلبه اسمشون نمیبریم. من باید بگم که اصلا به هیچ وجه ماه جهان عزیزم اینجوری نیست، سیامک عزیزم، که من بین زندانیان سیاسی دیوار کشی کنم و بگم این زندانی سیاسی دوست منه، هم فکر منه، اونی که هم فکر من نیست. اولا 90% زندانیان سیاسی در طول این سالها راهی زندان شدن همه هم فکران من هم. چه جمهوری خواه باشن و چه سلطنت طلب. میدونی چرا؟ چون تمامی اینها معتقدن به سکولاریسم، همشون معتقد به دموکراسی هستن، همشون در اصل و محتوایی که من اون عقیده دارم، تفکیک قوا، رابطه با جهان، حقوق بشر طبق بیانیه جهانی، تمامیت ارضی، تمامی افرادی که جز تک و توک 90% افرادی که زندان رفتن، فارغ از اینکه برچسب سیاسی و مکتبی آنها چی باشه، کی بوده، با من و شما هم نظرن، زیرا با هر کدوم با ادبیات خودشون معتقد به همین اصولی هستن که من و شما با آن پایبندیم. اصول چهارگانه دموکراسی به اضافه بحث تمامیت ارضی، به اضافه خراب شدن ایران، محیط زیست ایران، به اضافه ارزم به حضورت بحث مالی و معیشتی. حالا اینا البته مسائلی است که در یک شرایط دموکراتیک، در یک شرایط حکمرانی خوب، حس ملکیت و لیبرال بودن یا سوسیال بودن اینا حل میشه. مثل این که ما نباید بین کسانی که برای یک هدف مشترک که همانا آزادی، نهایت ارضی، حکومتی سکولار، حکومتی با پایه هایی مانند تفکیک قوا، استقلال قوا، حکومتی بر پایه روابط خوب با جهان و حکومت صلح، حکومتی معتقد به سازندگی و عمران، حکومتی معتقد به ریاضی، استفاده از ریاضی در سیاست، حکومتی که حساب کتاب کنه که اگر من از اینجا برم لبنان چقدر باید خرج کنم، چقدر آورده دارم، این آورده انظر فرهنگی چه تأثیری خواهم گذاشت، انظر تاریخی چه تأثیری در لبنان خواهم گذاشت، این تأثیرات چه عددی رو به من برمیگردونه، چه ریال یا دلاری رو من برمیگردونه. حکومتی که معتقد به ریاضی در اوکراینی باشه، حکومتی که معتقد به زیست شناسی در اوکراینی باشه، حکومتی که معتقد به روانشناسی در اوکراینی باشه، حکومتی که معتقد به اقتصاد، علم اقتصاد در اوکراینی باشه، حکومتی که کلمه توسعه و علم توسعه رو بشناسه، حکومتی که به علمای سیاست‌گذاری عمومی که یک رشته نوظهور در جهان، در رشته سیاست‌گذاری عمومی و اساتید آن رشته احترام بگذارد، حکومتی که پایه‌ها و متریال و محتواش رو از دانشگاه می‌گیره. همه ما، همه افرادی که تحت عناوین و برچسب‌ها و لیبل‌های مختلف در زندان بودن و هستند، در این اصول با من و شما مشترکه. پس بدا به حال کسی، روزنامه نگاری مثل بارند من یا گنشگر سیاسی مانند من، که بخواهد بین زندانیان سیاسی که معتقد به این مفاهیم هستند دیوار بکشه. من میگم مسیحیت و اسلام و یهودیت و بودایی بودن و زرتشتی بودن محترم، اما رد پای هیچ کدام نباید در حکومت ها باشه. نوع مسیحی بودنش را در اروپا و قبل از رنسانس و در قرون وسطا به خوبی امتحان کردیم، به گونه ای که شهروندان اروپا به علفخواری و کرمخواری در برخی از نقاط افتادند و همین باعث رنسانس شد و همین باعث انقلاب کبیر شد و
فهمید با آسیم فهمیدن که حکومت دین تا زمانی که جنبه معنوی و اخلاقی و انذاری داشته باشه خوبه در کنار بشر، اما زمانی که حاکم بشه میشه اون لبه دیگره خطر. یک لبش لبه انذار و هشدار و فرهنگه که اخلاقه که جذابش میکنه ادیون، لبه دیگرش لبه خطره، لبه ارتجاعه. هر کس اینا رو فهمید در دوره جدید، نه اینقدر باهوش مثل احمد کسروی که قبل از ظهور حکومت دینی آسیب‌هاشو فهمیده بود و گفت یک حکومت به ملاها بده کاری، نه همین مأموری مثل ما که تجربه کردیم با پوست و گوشت و خون و استخوانمان حضور دین در حکومت رو فهمیدیم، همه ما در این مفاهیمی که من عرض کردم مشترک. بنابراین هرگز نمیتونیم دیوار بکشیم بین زندانیان سیاسی و بگیم که آن خانم چون مشروط خواست سلطنت طلبه و من چون جمهوری خواهم یا زندگی زیست سیاسی مشترک با اصلاح طلبان داشتیم دوره ای، پس بنابراین ما باید نادیده بگیریم و ایشون رو نام نبریم. باید وقتی که داریم میگیم زندانی سیاسی با افتخار بگیم فاطمه سپهری، وقتی میگیم زندانی سیاسی باید با افتخار بگیم اون زندانی سیاسی ملی مذهبی. من از حیث ذهن خیلی کندم، این رو هم بهتون بگم، طولانی ترین زندانی رو داشت. آره من این فراموش میکنم. من همه رو باید نام ببریم، همه رو باید نام ببریم. بله عرض کردم کابه جان، عرض کردم. خب دوستان عزیزی که بعد ثانیه هایی بعد از این که من نام بردم، نه نوریزاد، نه نوریزاد، نه ای خدا ای خدا، من چقدر امیر انتظام، کابه امیر انتظام. همه رو باید نام برد. این ملی مذهبیه، اون اشتباه کرده، اون نمیدونم در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته، اون دوره شاه بوده، همراه شاه بوده، این همراه وزیر بوده. آقا این جرفی زندانی سیاسی، کسی در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی شد مطمئن باشید باید محترم باشه. حتی اگر درصد کمی تفکراتش به ما نزدیک باشه، ولی همین مقدار میدهد که ما از او یاد کنیم و نام ببریم. لذا امشب در حضور شما در دادگاه ملت تک تک هر آنچه به یاد بیاورم و یادداشت کردم از قلم نیفتاده باشد، بهار هدایت، گلرخ ایرانی، عرضم حضورت که الان شما نوشتید سینای عزیزم و هر کس، هر آنچه نوشتم فراموش نکنم، به زبان میارم و جاری میارم. شب شب زندانیان سیاسی ایران در دوران جمهوری اسلامی، یه روز دیگری هم زندانیان سیاسی دوران پهلوی رو یاد خواهیم کرد و نام خواهیم برد. درستم بزرگ الان من میرم سراغ اسامی، میرم سراغ اسامی. این خیلی داره اذیت میکنه، این دوربین ظاهره. بچه من این رو وسط بذارم وسط نمیاد. خب من فارغ از این که زندانیان سیاسی ما از کدوم دسته و گروه هستن، از این ابتدا ترتیب حروف الفا یاد میکنم و هر کدوم یک ثانیه سکوت، بعد هم یه بررسی میکنم اسامی که زندانیانی که در بعد از 88 بدون دلیل، بدون هیچ دلیل محکمی بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شد، اما قبل از اون میذارم مثل دیشب من سکسکه نگیرم که هنوز نگرفتم فعلا، اما قبل از اون همون گونه که در ابتدای برنامه نام چند نفر رو زبان آوردم،
بقیه رو هم سریع میگم. مجید عزیزم، بارزان یوسفی عزیزم، بابولی عزیزم، نصیب امجدی، کاوه، حمید که گفتن سنوبری، بهزاد و عرض کردم، سیامک مجیدی، ماه جهان، دوست و همراه برنامه و کانال رها شد، زن زندگی آزادی، اسپانسر اصلی، دوست عزیز من و همفکر و به نوعی پشتیبان اصلی من در طی سال اخیر. سینا پارس یا سینا خانی که قلب مرکزی کانال راهوچا از حیث مشورت دادن مدیریت برنامه، سیامک کسیری، سیامک کسیری چی بود؟ ارشیا تازه اولین بار اسمتو به زبان میارم، تا حالا افتخار نداشتم که ببینم. خب اسمی که همیشه هر شب قلب منه و نیاد حضور پیدا میکنه، به نام خدای هر کس اندازی خرد و حیا و لیاقت اوست. کاش یه اسم پیدا کنم برای ایشون. اسمتو میذاریم خدای هر کس، جناب خدای هر کس. خیلی خوش آمدید. پروین بشیریه، یار و همراه همیشگی من در برنامه ها و آرام بخش روح من از حیث ادبی. من اشعار پروین بشیریه رو وقتی میخونم آرام میگیرم. برای هر اتفاق و رویداد پروین بشیریه به کسری از ثانیه آماده میشه و یا غزل میگه یا دو بیتی میگه، و دو بیتی ها و غزلیات پروین بشیریه در واقع بیانی هایی است که من رو آرام میکنه. خیلی خوش آمدید. دریا بابلسر خیلی خیلی خوش آمدید. جیف سید، تندوی نکنید، فرمودن لورها ساده و صادق هستند، ما به روشنگری شما نیازمندیم. سانسورچی هایی که منتظر هستند، کاملا موافقم با شما. جیف سید کاملا موافقم با شما. چشم تلاش میکنم که میمداری محافظه کاری کنیم. خدای هر کس که عرض کردم. مجید فنجانچی برای اولین بار اسمتو میخونم. خیلی خوش آمدید. ناسها سید اکبر، یار همیشگی من، دوست من که سنش هم از من بیشتره، بلاتره، عقلش هم از من بیشتره، یار همیشگی من که به طور ماهیانه در واقع مبلغی رو به کانال راهوشا تا خنون هدیه کرده است. مجید، آیا آنها که رس قدرت هستن احتمال دارن که پشت پرده کارهای انجام دهند؟ فلان آیرد. آها خب بچه ها، یک خبر جدید بهتون بدم، خیلی خبر خوشحال کنندیه. آقای خ اسمشو عوض کرد، بالاخره انتقادات برادرانه من کارساز شد و اسمشو عوض کرده، گذاشته بابولی. از این به بعد ما با افتخار میگیم بابولی. جناب بابولی خیلی خوش آمدید، خیلی منو خوشحال کردید. خدا وکیل میخواستم اسمتو صدا کنم، نمیدونستم چی صدا کنم، خیلی صدا کنم. حالا باز آقای خدای هر کس میتونم همون کلمه اولش رو کار میبرم و دیگه نیازم نیست عوض کنم، قابل درک. بله، نرگس محمدی ملی مذهبی است و شوهر بزرگوارشون هم اصلا از اعضای رسمی ملی مذهبی است. خب امیر طاهرزاده، امین طاهرزاده خوش آمد. بچه ها من از این بعد دیگه اسمی نمی کنم، با سیناست برنامه، با سینا، کامنت ها با سیناست. میخوام برم سر اصل برنامه. ممکنه بعد از امین طاهرزاده در آخر برنامه اگه وقت کنم نام دیگر دوستانی که اضافه شدن برنامه رو هم ببرم. زندانی سیاسی به کسی میگن که در چارچوب قانون فعالیت سیاسی میکنه، اما به دلیل مغایرت فعالیت های سیاسی ایشان با
مطلوب حاکمیت نه قانون. به دلیل مخالفت و زاویه داشتن فعالیت‌های اون با حاکمیت یا با خواست حکومت بهش میگن زندانی سیاسی. زندانی سیاسی فردیه که به دلیل فعالیت‌های سیاسی خودش زندانی میشه. دقیقا همینه. زندانی سیاسی کسی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی زندانی میشه، نه به دلیل شمشیر کشیدن یا به دلیل اسلحه کشیدن، نه به دلیل فعالیت سیاسی. امری که در قانون اساسی ما ممنوعه و در جهان مدرن و در جهان دموکراتیک هم خنده داره. یعنی کسی رو ما سراغ نداریم، که کشوری رو سراغ نداریم که زندانی سیاسی به این معنا، کشورهایی که متعارفن با الگوی دموکراتیک، الگوی دموکراسی برای ما هستن، چنین چیزی اصلا وجود ندارد. زندانی سیاسی نداریم. اینجا هم البته یه چیزی در قانون اومده نوشته، اگر شخصی برخلاف قانون عمل کند و با زیر پا گذاشتن قوانین به فعالیت سیاسی پرداخته باشد، مجرم سیاسی محسوب می شود. فقط تفاوتش با دیگر مجرمین اینه که محل زندانی شدنش متفاوته و برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی و با حضور هیئت منصفه. این هم یه مثلا امتیازی بودی که می‌خواستن، در حالی که مثلا ما نباید چیزی به نام زندانی سیاسی داشته باشیم. خب حالا زندانی سیاسی کیا بودند؟ من ممکنه برخی رو بشناسم، ممکنه نشناسم. من سرچ کردم، خیلی بسیاری اینا رو میشناسم، باشون زندگی کردم. زندگی از حیث گفتمانی، از حیث زندگی زیست سیاسی روزنامه نگاری، از این منظر باشون زندگی کردم، میشناسم. بسیاری از اینا سابقه دوستی با من دارن، بسیار با بسیاری از اینا خاطره دارم. من نمیخوام در مورد خودم اصلا حرف بزنم، ولی به ترتیب حروف الف با، اگر البته این ترتیبی که من درست کردم درست باشه، من میخونم و هر تا جا برسم. خب ارشیا خیلی ممنونم، امیدوارم که ارشیا جان بیشتر شما رو ببینیم. من قبل از اینکه اسامی زندانیان سیاسی رو بخونم، باز اینجا از هموطنانی که ساکن در کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای خارجی هستند، از شرق عالم تا غرب عالم، که برنامه ما رو دوست دارن، ما رو در واقع دنبال میکنن، به مفهوم دموکراسی، توسعه و ملی ایرانی اعتقاد دارن، ما فعالیت همون هزینه‌های زیادی داره. اگر کسی مایل بود هموطنانی که خارج از کشور قرار دارن ساکنن، میتوانن به من ایمیل بزنن تا من نحوه کمک کردنشون رو بهشون بگم که از چه راهی میتونن من کمک کنم، یا در کانال سوپر چت، سوپر استیکر، هدیه و چیزایی هست که امکاناتی هست که خودتون میتونید، پایین علامت دلار هست و شارژ کنید. یه امکانی هست به هر حال که میتونید برنامه رو شارژ کنید. من نمیدونم، این البته من برای اینکه دیگه تمرکزم رو از دست ندم، یه صدا خشت داره، برای اینکه تمرکزم رو از دست ندم میرم و فعلا کامنت ها رو از جلوی شیشم برمیدارم تا بتونم یه 5 دقیقه 10 دقیقه برم سراغ برنامه، که برنامه رو دچار وقفه نکنیم. هموطنانی که خارج از کشور هستن میتونن توی برنامه ما رو شارژ کنن از طریق سوپر استیکر، سوپر چت، هدیه و خرید عضویت. هموطنانی که بعد همون دوستان خارج از کشور میتونن، در صورتی که نتونستن از این طریق کمک کنن، میتونن به من ایمیل بزنن و بپرسن چگونه، من هم بهشون میگم، شماره تلفن رد و بدل میکنیم. کسانی که حامی کانال باشن، از اون طرف ما توی یک گروهی داریم در واتساپ، گروه حامیان، اونجا دعوت میکنن که پیش هم باشیم با روزها و شبا با هم صحبت کنیم. همتران داخل کشور هم که شماره کارت من در خیلی جاها در زیر بعضی از ویدیوها هست، باز اگه پیدا نکردن ایمیل بزنن، من بهشون میگم راهنمایی میکنم. اینم از بحث هدیه ها و کمک ها به کانال راوشا. فعلا من دیگه کامنت ها رو نمیتونم بخونم، جز یک کامنت که من دیدم که باید ببینمش الان بگم جوابش بدم بعد برم. جمشید ایزف خیلی خوش آمدید، خیلی عزیزم، خیلی خوش آمدید. کی بود؟ کی بود که سید اکبر کم گفتم؟ بعد از امین تاریخ بود، ارشیا بود، خیلی ارشیا جان خیلی ممنونم از لطفت.
در همین جمشید، جمشید ایزد بود، جمشید ایزد یکی از دوستان من هست که کمک‌های مالی به ما میکنه، در گروه واتساپی ما هم حضور داره. خیلی خیلی جمشید ایزد از جمله جانبازان جنگ ایران عراق هست و سرباز وطن، سرباز وطن. و من همیشه سر تعظیم به جمشید ایزد میبرم. فعلا من کامنت ها رو ببندم، هر چی جون برم سراغ من، من کامنت ها رو گذاشتم رو حالت کمک های مالی طرفداران دیگه اونجا تا من برم. ببین من از اول حروف الف امیر مهدی ادیب موحد، بدون اینکه بخوام بگم که این زندانیان سیاسی که نام میبرم به ترتیب حروف الف کجا بودن، چه کار کردن، چه فعالیت داشتن، چون واقعا نمیرسن. امشب اختصاص دادیم به اسمشون. ما میخواییم اسمای اینها در این برنامه ماندگار بشه. اگر یه روزی خواستیم مراجعه کنیم یه جا ما توی یک ویدیو اسامی اینها رو دم دست داشته باشیم همه رو. اگر در پایان برنامه شما دارین گوش میکنید، اگر در پایان برنامه اسمی رو من از قلم انداختم، در آخرین کامنت ها به من یادآوری کنید که اسم جاماندگان رو هم من ذکر کنم. امیر مهدی ادیب موحد، ارژنگ داودی، بکتاش آپتین، امیر فرشاد ابراهیمی، حبیب افکاری، سعید امامی. گفتم که فارغ از این که به کدوم حزب و جناح تعلق داشته باشن، خوبن یا بدن، دوستشون داریم یا دوستشون نداریم، همه رو نام میبریم. عباس امیر انتظام، عباس امیر انتظام، گلرخ ایرایی، محمد جواد اکبری، مریم اکبری منفرد، منصور اوسانلو، افشین اوسانلو، محمد مهدی اخوان سالس، نوید افکاری، وحید افکاری، احمد باطبی، اسماعیل بخشی، رسول بوداقی، مونا برزوی، زهرا بهرامی، ستار بهشتی، شیما بابایی، که بسیاری از اینا، بسیار نه، تعدادی از اینا اکنون در پیش ما نیستن، در میان ما نیستن و جان خود را دست دادن یا فوت کرد. شیما بابایی، محمود بهشتی لنگرودی، جعفر پناهی، سید مصطفی تاجزاده، دوست عزیز من، مجید توکلی، دوست عزیز من، رامین جانبگلو، نیلوفر حامد، دوست و همکار من، سهیلا حجاب، مهدی حاجتی، روزبه حسین تهرانی، امیر حسین حشمت سازان، لیلا حسینزاده، نوید خانجانی، مهدی خدایی، آتنا دائمی، مجید دری، سعید درخشندی، امیر خسرو دلیرسانی، علیرضا رضایی. اینا طنز پردازم، نمیگم کی چیکاره است، چون اگه بخوام وارد بشم کی چیکاره است و چه رزومه‌ای داشته خیلی برام طولانی میشه. محمد رسولوف، علیرضا رجایی، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، تقی رحمانی، شوهر نرگس محمدی، حسین رونق، کیوان رفیع، بیدار ربانی، نازنین زاغری، ناصر زرفشان، کورش زعیم، روح الله زم، زینب جلالیان. اینا رو محکم میگم چون که کسی نباید زندانی میشه، باید با آهنگی بگیم که دل حبس کننده بلرزه. نسرین ستوده، فاطمه سپهری، محمد حسین سپهری، کیانوش سنجری، سیروس سهامی، کاووس سید امامی، جمشید شارمحل، امیر حسین محمد شریف، امیر محمد شریفی، آرش صادقی، مصطفی صالحی، رؤیا طلوعی، حشمت الله تبرزدی، احسان تبری، اسماعیل عبدی، سهیل عربی، محمد رضا علی پیام، حالو جمشید عزیزی، فاطمه سپهری، امیر عباس فخرآور، ناصر فهیمی، صادق قطب‌زاده، جعفر کاظمی، کیوان کریمی، اکبر گنجی، مطهره گونه‌ای، محمد حسین سپهری که نام برده بودیم، احمد مفتیزاده، امین ماسوری، کیومرث مرزبان، عبدالرسول معتظمی، بهنام مهدوی، الهه محمدی، اکبر محمدی، انوشیر محمدی، انوشیر نیست در بینم، مهناز محمدی، علی اکبر موسوی قوینی ها که در امریکاست، جادی میر میرزایی، نسرین محمد پور دهکردی، ندا ناجی.
شیوا و نظر آهاری، زمانی نوروز مرادی، کسرا نوری، محمد نوریزاد، شهاب نادری، عباس واحدیان شهرودی، فائزی هاشمی، بهاره هدایت، امیر عباس هویدا، شکوفه یداللهی، سامان یاسی، فرد سیدی، مهدی یراهی، محمد حسن یوسف، یوسف پور سیفی، علی یونسی. اینا آنچه بود که نرگس محمدی رو خوندن. چرا مهدی محمودیان نیست؟ چرا تو این لیست من مهدی محمودیان، حسین رزاق، حسین چند تا اسمی رو رفت، احمد افجایی، محمد حسین امینزاده، حمید پوران و حمید ابراهیم نژاد، خواهران و برادران عزت الله ابراهیم نژاد، عباس میرزا ابوترابی، ابو طالبی، علی اجاقی، امید پور محمد علی، احمد احمدیان، احسان باخشنی، مرتضای الویری، صادق بندار، مهدی کروبی، احمد کروبی، ببخشید مهدی کروبی، حسین کروبی، شهبانوی امانی انگنه، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، سعید مدنی، چرا من بالا نداشتم، سعید مدنی. اینجوری که اینجوری پیش میره، خیلی از زندانیان اینجا من توی این لیست ندارم متاسفانه. مهدی خزعلی، از پوران ناظمی، نوشین جعفری، آریا خورشیدی، اینا که خودم دوست داری خودم از تو ذهنم، عاطفی امام، فرزند جواد پیمان افشار، ابوذر فرهمنداز، سادیار امامی، ایمان تیرانی، امیر آرش علیزاده، مهسا امیرآبادی، اردشیر امیر ارجمند، سید ابراهیم امینی، اینا هم بیشترشون دوستای خود من هست، دکتر البرزی، عبدالرضا احمدی، عبدالرضا دنبلی، عرضم به حضورتون، یاشار سلطانی، چرا این اسم اینجا نبودن؟ یاشار سلطانی، حضورتون عارضم، آقای اشتری، حامد احمدی، ساسان آقایی، امیر آریا زند، آریان آریا، امیر آریا زند، امیر یکی از مسئولین دولت های پزشکیانه، دوست من، دوست عزیز من، بسیار دوستش، زهرا آقا جری، خود آقای آقا جری، اسم کوچکشم یادم رفت، آقای آقا جری، سعید آقا محمدی، اینم از اینم. من متعجبم که چرا اسامی اینجا کامل نبود، تا یه هم هست رو تعدیل حروف الف، مثلا جناب آقای محمد تقی اکبر نژاد، عرضم حضورتون، محمد مهدی موسوی، این روحانی جوان خوشگل خوشتیب، محمد مهدی موسوی، کاش از محمد مهدی موسوی کلیپ داشتم، بلد بودم و کلیپشو میذاشتم از کارش، محمد مهدی موسوی رو دیدار نیوز مطرح کرد، جلو دوربین رو بود مردم آشناش کرد، آقای اکبر نژاد رو دیدار نیوز، یعنی ما عوامل دیدار نیوز آوردیم به مردم معرفی کرد، آقای البته اینا که زندانی هستن، ولی یه آقای دیگه هست به نام آخوند هست روحانی، به نام آقای عبدالرحیم سلیمانی
هر دستان. یک قوقاییه ناخون، یک قوقاییه. من تا برم سراغ اسامی دیگر یه نگاهی بکنم، شما نگاه کنید این سخنان من رو، خودتون منتقل کنید در مورد کمک های مالی و حمایت مالی به کانال راوجا. امیدوارم که کسانی که دستشون به دهنشون میرسونه تمام دارن و رغبت و میل هم دارن از طریق سوپر چت، سوپر استیکر یا از طریق واریز مستقیم، چه ایران چه خارج از ایران، واریز مستقیم. کسانی که میتونن شماره حساب من رو پیدا کنن در زیر چند تا محتوا و در خود توضیحات کانال، هیچ کسانی که نتونستن پیدا کنن، چون من میبینم گاهی یه مبالغی به حساب من واریز میشه، چون شبا نگاه میکنم که آدم نمیدونه مال کیه از کیه. خیلی من خوشحال میشم، این کار دلیه، یعنی چیز نیست یه دفعه ببینیم مثلا شب بری خونه دو سه تا مورد اضافه شده واریزی داشت، البته مثلا به رقمای خورد، ولی این نشون میده که دلش پیش ماست و این برنامه را دوست داره. لذا کسانی که دوست دارن کمک کنن، تمایل دارن و راهاشو بلد نیستن، بیان در چیز ایمیل بزنن به من، با هم ارتباط بگیریم. اگر تمایل داشتن در گروه واتساپی هم، در گروه واتساپی هم عضو میشید، عضو میشن، اونجا بیشتر با هم ارتباط میگیریم. یا از طریق سوپر چت، امکانات دیگه در خود کانال هست، میتونید مبلغی رو اندازی از 2-5 واحد، واحد دلار یا یورو تا 500 واحد، یه چیز داری میکشی اندازی که تمایل داشتید، میتونید این رو چارج بکنید. ببخشید من امروز همش حرف زدم خاطر همین گلوم گرفت. عرضم حضوری خبر جدیدی هم بهتون بدم. من از من خب میدونید دیدار نیوز که حالا برم سراغ چت ها، سراغ باز کنم این کامنت ها رو باز کنم، نظرات رو باز کنم ببینم، تو یه خبری هم بهتون بدم. ماشاءالله چقدر کامنت اومده. به به، زهره امیر شاکرمی عزیز که هر شب ما رو مورد لطف قرار میدن و در برنامه حضور پیدا میکنن. سربان خدای هر کسی که همیشه خدمتش هستیم. خواهش میکنم سید اکبر، شما بزرگ مایی، شما اندازه سن سال، نظر معرفت، حق بزرگی به گردن ما داری. ناظر عزیزم دفعه قبلی، آها ناظر زفرمند، دوست عزیز من پژمان زفرمند، من که یاد ازش نکردم، احمد زیدآبادی، کاوه، آره کاوه بنویس، کاوه بنویس اکبر ما، بله بله من منظورش رو گفتم، اکبر فوت کرده، منظورش برادرش زنده است. خب ببینم دیگه کاوه کیو گفته. کاوه هر چی که به ذهن نرسه من بگو. ببخشید من. آقای برهانی، بله جناب آقای برهانی، خیلی ممنونم سروان عزیزم. یاد ندارم کسی دیگری، متاسفانه. حمید و فرزانی قره، فرزانی قره خانلو، حمید و فرزانی قره خانلو. چرا از جنبش سبز که خیلی این اواخرشو مال جنبش، آه جنبش سبز، اون زندانیان که نام بردم عزیزم به حضورتون، اینا که آریا زندان توشون بود، نهضت آزادی هم توشون، مال دستگیر شدگان همون انتخابات بود که بعدم معروف شد به جنبش سبز، نام بردن.
ولی همه رو نتونستم بیاد بیارم متاسفانه. مثلا داوود سلیمانی، احمد قابل بوله خوابه، داوود سلیمانی عرضم به حضورتون، آقای رحامی، محسن رحامی، کمک کن. خب سینا جان کمک کن، من کسی به یادم نمیاد الان بخصوص. بخصوص الان من اینا که نام بردم زندانیان سیاسی معروفم. حالا در جنبش زن زندگی آزادی، علی قشقایی ما یه خبر خوش داریم که بدیم. این وقت حالا خبر خوش نبوده که به قول با آقای بابولی، این به خبر خوش نبوده که بدیم. حالا بچه ها کسانی که من نام نبردم رو بنویسید من نام ببرم. واتساپ چشم. برای چی سینا؟ برای خود من فرستادی در گروه حامیان فرستادی؟ اینقدر کامنت تو گروه هست سینا جون، کسی آدم گم میکنه. بله دیدم. خب نام بردم، خیلی نسرین ستوده، گلرخ ایرانی که گفتم، بهار هدایت، بخشان عزیزی، محبوب رضایی، بنیشی مرادی، پریوش مسلمی، بازر گفتم، سبا آذرپیک دوست عزیزم، نیلوفر گفتم، شریفه محمدی، راهله راهمی پور، محوش شهریاری، رزوانه احمد خان بیگی، نسیم اسلامزهی، نسیم سینیاری، غلامی، فرحناز نیکخو، شیرین سعیدی، پروانی میرسا، سفیدی قلیان، شده من یادم نیامد، صدیقه وسمقی، نسین خززی جوادی، فرج نساجی، محوش ثابت، بهایی، ناهید تقوی، زندانی آلمانی ایرانی، سارینا جهانی، کبرا بیگی، سحر مختاری، هستی امیری، مرزیه جانی پور، سفیدی کاشانی، اون دختره کی بود؟ سفیدی رشنو و نیلوفر فریباتی، نینا خاجری و لیلا ساعتی، آقایان اول فصل قدیانی، محمد نوروزادی که گفتم، سعید مدنی، حسین رونقی که الان هم دوست و همکار منه. خبر خوش که برای من خوشه، شما میدم یادم نره. خدا صابر، صحابیه ها، مهندس صحابی و دخترش حالی صحابی، حسین رزاق خدمتش هستم، حسین رونقی، مرد شجاع، حجت الاسلام موسوی کی بود؟ بله، محمد مهدی موسوی، دوست من، بله، خیلی خوب. چشم جان فرمودن که پیام رو خصوصی. راستی من نمیدونستم سینا محمد مهدی موسوی لباس شد. خداییش حیف نبودین توی اون این پسر به این خوشگلی اون لباس تنش باشه. خوب کردن خلال لباسش کردن. مهدی دکارت دو، متشکرم عزیز دلم، متشکرم از حضور مبارک شما. نه مهدی دکارت بحث این نیست که الان بازداشته کی آزاده. تمام کسانی که در جمهوری اسلامی حبس کشیدن رو نام میبریم، که بیرون هم چه داخلن، چه فوت کردن چه زندن، هر کی فرق نمی کنه.
بله یادی کنیم از سید محمد مهدی اسم اصلیش سید محمد موسوی که ما در دیدار نیوز ایشون رو مورد پوشش خبری قرار دادیم بارها. حتی آقای بقایی، آقای دوست آقای احمد نژاد نام ببریم ازش، چون زندانی بود دیگه، زندانیان ایوری رو هم باید بگیم، زندانی سیاسی هم بوده نه زندانی. حالا درسته که چیز امنیتی هم داشته، ولی چیز مالی هم داشته، ولی به هر حال چون شخص سیاسی بوده باید ازش نام ببریم. مسعود عباسی خیلی خوش آمدی، ممنونم از شما. یاشار نام بردم عزیزم، یاشار نام بردم. همه رو آقای سینا اینجا برای من نوشتی که چه کسانی، اونایی که زندان هستن یا اونایی که زمانی بودن، فرق نمی‌کنه، هر کسی که تجربه کرده و تجربه کرده و بوده یا قبلا بوده یا الان هست، فوت کرده، حالا هر کی، زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، نباید نام ببریم. نه همین مقدار نزاعت ما بود، تقریبا تمام اونایی که زندانی سیاسی معروف بودن. وحید اشتری رو هم نام بردم، سیسمونی گیت رو نام بردم، حاطف صالحی حالا من چند روز بود ولی بود، به هر حال آقای وحید قفاری یا احمد قفاری یادم نیست، احمد نیا رفیق عزیزم، آقای احمد نیا مرحوم، یادم رفت دوستم مثال فوت کرد، مراسم من خودم براش گرفتم. خودم بزرگداشت گرفتم تو مسجد، یکی از مسجد تهران، آقای محمود علوی وزیر سابق اطلاعات هم اومد سخنرانی کرد براش، پریوش ستوتی اومد و اسمش الان یادم رفت. هی بابا نمیگم بهتون، واقعا اسمش کدام رفت. نیما کشوری هم در دوره آقای روحانی از فعالان دوست کانال خوب داشتن. حسین یزدی نام ببریم، حسین یزدی. نیما کشوری فوت کردن در شمال چند وقت پیش، پارسال با خانمش رفته بود لب دریا، شنا بلد نبود، متاسفانه مرد شد. بله پریوش ستوتی همسر دوت فاطمی، نمیدونستم که بازداشت بوده. ملی مذهبی ها رو کم گفتیم آقا، مثلا ما از مرحوم ابراهیم یزدی نام نبردیم، محمد توسلی همیاره دبیر کل حزب نهضت آزادی نام نبردیم. عرضم به حضورتون دوستان خود ما خیلی، همین جواد امام، داوود سلیمانی رو گفتم، عرضم به حضورتون خیلی ها رو نام نبرد خودش. محمد پارسی رو نام نبرده، محمد پارسی عماد رو نام نبرده، عماد عماد بهاور که چند وقت پیشم مهمان ما در یک برنامه بود، عماد رو نام نبردم. چرا مهدی محمودیان رو نام بردم، خیلی ها دیگه نام نبردم. به این جلو مثلا نام آقای شهاب الدین طباطبایی رو نام نبردم، همه در 88 همه زندانی شدن دیگه. خود آقای بهزاد نبوی، پیر اصلاح طلب، چریک انقلاب، نام نبردم. زمان 88 با مشت زده بودن زیر چشش، کبود شده بود با دمپایی. چه افرادی حضورتون عارضم، مجرد روزنامه نگار خودمون دیگه یاد کنیم، نامی ببریم. وای چه فراموشکار شدم، فعالین سیاسی، آخونده ها، آخونده زیادی نداشتیم. گفتم آقای محسن رحمی هم به دلیل وکالت پرونده دانشجویان در کوی دانشگاه هم مدتی بازداشت بود. محسن میردامادی، بله محسن میردامادی از حزب اتحاد الان زیادن، من فراموش کردم.
به اعتماد بیش از اینا هستند که یه زمان مشارکت بودن بعد شدن اتحاد. حضورتون عارضم. علیرضا خوشبخت، آقای کرباسچی، علیرضا خوشبخت، آقای حسین مرعشی، علیرضا خوشبخت سردبیر ما بود در دیدار نیوز، یه مدتی سردبیر ما بود. بله خانمش و خانمش اسمش یادم رفت، تو خواهران توحیدی، خواهران توحیدی که زهرا همسر علیرضا خوشبخت و خواهرش خواهران توحیدی، این دختر روزنامه‌نگاری که خودم یه مقداری هم کمکش کردیم، کی بود اسمش؟ دختر روزنامه‌نگار دانشجوی روزنامه‌نگاری که بعدم بردنش، گفتن که بیمارستان روانی برده بودن. زیبا کلام، زیبا کلام. بله فاطمه سپهری قهرمان، بله واقعا نام بردم از خانم سپهری، نام بردم. این دختری که بود ملیکا، ملیکا قرقوزلو، ملیکا قرقوزلو. چقدر اسم هست، چقدر اسم هست، من همه رو فراموش کردم. همین آقای بچه‌ای که رفتن اوبر، بچه‌ای که الان تو شبکه‌های خارجی دارن کار میکنن، همه بودن دیگه، همه بازداشت بود. خود همین خانم مسیح علی نجات فکر کنم بازداشت بود، نبود، نمیدونم. بله زینب موسوی، بله زینب موسوی. همین آقای بوری، چیچی بوری از پرداز، یکمی هم خود من نمیخوام چیز کنم اینجا چیز بگم. عرضم به حضورتون از حزب اون کسانی که بازش کنه نمودن دیگه نداشت، بیشتر اتحادی ها بودن، مجاهدین انقلاب، آه شبکه های معاند. دوستتون دارم، خیلی ممنونم. 51 دقیقه صحبت کردیم، اگر موافق بشم به قول کاوه، اگر موافق شدم سهراب عزیزم، یک لیستی رو تهیه میکنم، یه روز دیگه باز یه نامه و یادی از دوستان بکنیم. حتی قراری برنامه درباره این برنامه تحلیلی در مورد افراد و چیزهای معروف‌تر که هر کدوم چه گرایشی دارن و چه نتایجی از گرایش خودشون گرفتن، برنامه تحلیلی تری هم خواهیم رفت. امشب برنامه دیگری نمیرسیم، انشاءالله که فردا آخرین رویدادها رو جمع‌آوری میکنیم با دیسیپلین بیشتری و با تمرکز بیشتری. برنامه تحلیلی خبری خودمون رو سامان خواهیم داد. بسیار نام نبردم، میدونم حسین آقای زیبا کلام رو فراموش کرده بودم که نام ببرم، ولی خب به هر حال نام بردم، نام بردم. خدا یکی دوستان ما بود چند فراموش کار شد، مثلا آقای داوود سلیمانی رو ما هر ماهی دو سه بار با هم صحبونه میخوریم، ولی اسمش یاد توی این برنامه یادم رفت اسمش رو بگم. بله انسان دیگه فراموش کار میشه دیگه. هم خانم پوران نازمی فردا با من برنامه چیز داره، مصاحبه داره، ولی اسمش یادم نمیاد. دوستان عزیز خیلی ممنونم تو این ساعت منو دنبال کردید، خیلی نام نبردم، مثل SA87، مثل ایکو استار که درود فرستاد، منم درود میفرستم خدمتشون. قشقایی که نام بردم، ناسیلا، ناسیلا خیلی ممنونم که حضور پیدا کردید. خوش اسمی رو فراموش نکنم، امیر پرفومس که پریوش ستوتی رو نام بردم، خیلی ممنونم. سروانی عرض کردم دیگه، مسعود عباسی رو عرض کردم، کسی رو از قلم نینداخته باشه. خب زهره عزیزم، نوشه حسن آقا میری رو باهاش، آن خود حسن آقا میری خلیل لباس شدن،
اصلا آقا دیجی باش مناظره نمیذارید، چند بار دعوت کرده نیومد. من نکنم نامی رو از قلم انداخته باشم اینجا. مرگ بر ضحاک. اون سیروان شاهنشین عزیزم، مرشد هم گفتم حبیب سرفراز سرفراز. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. من میدونم که افرادی از قلم میدازم. بسیار خوب، از شما خداحافظی میکنم، شما را به خیر و به دست سرنوشت خوب. عبدالله نوری، علی رضا نوری، بله بله بله، بسیاری بسیاری. بهم و منیر لطیفی هم که آخر برنامه تشریف آوردن دیگه، ما داریم میریم. مامانی عزیزم خیلی خوش آمد. بچه ها تو ماج سالهی دادم رفت. وای 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 تو ماج سالهی، تو ماج سالهی. هنوز چیزی رو گفتم آقای نزدی رو گفتم؟ بله گفتم. بچه ها من خیلی ها میدونم فراموش کردم، خیلی ها رو فراموش کردم. خدا یار و نگهدارتون. کسانی که بخوان به من و کانال راهوجا کمک مالی بکنن، چه خارج کشور چه داخل کشور، به من ایمیل بزنن، مهدی ابراهیمی اد قربانت، به من ایمیل بزنن، اونجا با هم میتونی هماهنگ باشیم که به چه گونه ای مسئله رو کمک مالی رو حل بکنیم. افشین کاظمی عزیزم، من ریستار، من اصلا گفتمانش رو نمیدرسم، نه افشین جان ارتباطی دارم. من این ذره مطالعه بکنم که این چی هست. خیلی خوب، خدا رو یار نگهدارتون، قربان شما، میبوسمتون، همه تون رو دوست دارم به یک اندازه، قربانتون، خدا نگهدارتون. فردا شب منتظرتون هستم. پایان برنامه. السلام.